درگیری ها میان دو دسته از طالبان در سمنگان. طالبان یک افسر ارتش حکومت پیشین را در کاپیسا تیرباران کردند. هموطنان عزیز، درود و سلام. روزنامه 8 صبح در برگه رسمی فیسبوکش نوشته است: طالبان یک افسر ارتش حکومت پیشین را در کاپیسا تیرباران کردند. 8 صبح، کاپیسا. منابع محلی در کاپیسا از تیرباران یک افسر ارتش حکومت پیشین از سوی طالبان در این ولایت خبر می دهند. این رویداد روز دوشنبه 27 سرطان در روستای اربابخیل ولسوالی نجراب کاپیسا به وقوع پیوسته است. به گفته منابع، این جوان مزمل نام داشت و یکی از افسران ارتش حکومت پیشین بود. منابع می افزایند که این جوان پس از فروپاشی نظام پیشین و با اعتبار عفو عمومی طالبان در منطقه شان زندگی میکرد و به هیچ جناحی وابستگی نداشت. منابع می افزایند که مزمل تازه نامزد بود و حدود 3 ماه از عروسیش میگذشت. طالبان تا کنون در مورد این ادعا چیزی نگفتند. پیش از این نیز شماری از نظامیان پیشین از سوی طالبان در بخشهای مختلف کشور بازداشت، شکنجه و تیرباران شدند. آریا پرس نیو اجنسی در برگه رسمی فیسبوکش نگاشته است: درگیری میان دو دسته از طالبان در سمنگان. منابع آریا پرس از ولایت سمنگان خبر می دهند که دو دسته از طالبان در شهرک مجاهد، شهر ایبک، ولایت سمنگان از حوالی ساعت 10 امروز سه شنبه 28 سرطان درگیر شدند. بر اساس گزارش منبع، درگیری میان محلی و طالبان جنوبی زمان در گرفته است که طالبان جنوبی سعی کردند یکی از سرگروه های طالبان محلی را دستگیر و منازل باشندگان شهرک مجاهد را جستجو نمایند. گفته می شود که دو طرف از اسلحه ثقیل و خفیف بر علیه همدیگر استفاده بردند و هر دو طرف متحمل تلفات شدند. در عین حال یک منبع مطلع به آریا پرس خبر می دهد که طالبان در 3 ولایت شمالی، کندوز، تخار و بدخشان، برای شهروندان خارجی از قرار هر خانوار 6 جریب زمین داده و شناسنامه افغانستان صادر کردند. منبع می افزاید که در کنار پایگاه های نظامی مخصوص شهروندان خارجی، 3 پایگاه بزرگ در ولایت کندوز، تخار و بدخشان در حال تأسیس است. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.